سلام رفقا، آقا من امروز چند تا از کاراکترامون تلنتاشو گلیفاشو گرفتم، کارهایی که باید باهاشون انجام میدادم رو انجام دادم. الان رسیدم به روگم که با روگم این کارو انجام بدم و با خودم گفتم که چرا ویدیوش نکنم و به کسایی که من رو دنبال میکنن یاد بدم که چطوری باید بهترین تلنتاشون رو انتخاب کنن، بهترین گلیفاشون رو پیدا کنن، چطوری باید برن یه سری از اسپلاشون رو بردارن و یه سری از اسپلاشون رو ترین ببینن. خلاصه میخوام این چیزا رو داخل این ویدیو بهتون بگم که خیلی الان که پری پچ کاتو تازه ریلیز شده به دردتون میخوره، پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اسپانسر این ویدیو کانال اوستا هستش که با بالاترین قیمت گل رو ازتون میخره و با پایینترین قیمت محصولات بریزارد به علاوه اگزیلک و سایر محصولات دیگه رو بهتون میفروشه. نحوه تصفیه کردنشون هم دوستان خیلی سریع هستش. اگر میخواید آنی بفروشید زیر 1 دقیقه پول واسهتون کارت به کارت میشه و اگر میخواید با اوردر بفروشید زیر 8 ساعت حتما پول واسهتون کارت به کارت میشه. لینک دیسکوردشون داخل دیسکریپشن هست، حتما دوستان به چنلشون سر بزنید. خب دوستان دقت داشته باشید، شما اولین کاری که میکنید باید به این توجه کنید که کلاستون چیه. الان من کلاسم روگ هستش و میخوام تالنتامو و اون گلیفامو با روگ بیام به عنوان یک مثال واسه شما آموزش بدم و بهتون یاد بدم که باید چی کار کنید. مثلا میگم شما کلاستون میج هستش، دقیقا این کار رو میتونید واسه میج انجام بدید. یعنی اینطوری نیستش که من الان دارم واسه روگ آموزش میدم شما نتونید واسه کلاس دیگه انجام بدید. خب سرتون رو درد نمیارم، اولین کار این بود. دومین کاری که باید شما انجام بدید به سایت واحد باید برید سر بزنید. به راحتی آلت تب میکنید و گروهتون رو باز میکنید و اول اسم کلاستون رو مینویسید، حالا روک باشه، میج باشه، هر چی که باشه. بعدش بست گلیف رو مینویسید، کاتو کلاسیک رو میزنید و بعدش میایید اون اسپک روکتون رو حالا یا آخرش یا این وسط میایید اضافه میکنید. مثلا من دنبال روگ کمبت هستم، بذارید انگلیش کنم، کمبت هستم. پس اینجا کمبت روگ رو میزنم تا بتونم تمام چیزایی که به کمبت روگ ربط داره رو پیدا کنم. و برای اینکه بفهمید اسم تالنتتون چیه، به راحتی میایید از این پنل کاراکترتون ان رو میزنید یا این قسمت تالنت ها رو میزنید و میرید قسمت تالنتس و اینجا به راحتی میتونید بفهمید که اسم تالنتتون چیه. و من تالنتی که دنبالش هستم کمبت هستش. کمبت رو میزنم و میام اون سایت رو بالاخره پیدا میکنم و همونطور که میبینید همین اولین سایت واحد هستش. حتما باید وی پی ان کرومتون فعال باشه یا حالا یه وی پی ان دیگه فعال باشه واسه بالا آوردن واحد. البته سایت های دیگه هم هستن که فیلتر نیست، اما واحد یکی از بهتریناشونه. این سایت رو میگیرید، باز میکنید به همین راحتی و میرید داخل این سایت و یه کمی که بیاید پایین شما تالنت هایی که باید بگیرید به علاوه اون گلیفایی که باید بذارید رو میبینید. تنها کاری که شما باید انجام بدید این هستش که اینا رو بگیرید کپی کنید و به راحتی الان مثل من بیایید مثلا بگید آها سه تا اینه، بیایید سه تا رو بزنید، بعد دوباره آلت تب کنید، دوباره ببینید سه تا اینه، دوباره سه تا رو بزنید، دوباره این دوتا رو بزنید، بعد با آخرش هم دکمه لرن رو بزنید و با همین راحتیم. همینطوری همش رو انتخاب میکنید و همچنین میان گلیفاتون رو داخل اکشن هاوس سرچ میکنید. بذارید من بهتون نشون بدم که چطوری باید گلیفاتون رو به بهترین شکل ممکن سرچ کنید که زیاد ازتون وقت نگیره. خب دوستان وقتی که اکشن هاوس رو باز میکنید میرید داخل قسمت گلیف، اون کلاستون رو انتخاب میکنید. مثلا من روک هستم و این بالا فقط یک قسمتی از این گلیفای رو مینویسم. مثلا میگم این یه دونه قسمت آخرش هست راش، من فقط قسمت راش رو مینویسم و میبینید که گلیفه واسه من بالا اومدش. اینو میخرم و حالا هر گلیف دیگه هم که میخوام همچنان میخرم، حالا سینستر استرایک باشه، اسلایسندالیس باشه، یا گوج باشه، یا حالا بلیتوری باشه و هر چیز دیگه ای. دوستان وقتی که گلیف رو خریداری کردید از قسمت میل باکس میرید تحویلش میگیرید، اینو که همتون بلدید. اما یه تغییری با نسخه لیچکینگ دوستان داره، این هستش که شما گلیفاتون رو لرن میکنه دقیقا مثل رون های داخل سیزن آف دیسکاوری و وقتی که اونا رو گرفتید لرن کردن، حالا این لرن نمیشه به خاطر اینکه من همین الان این گلیف رو دارم، این یه قسمتی واسهتون باز میشه و گلیفایی که دارید رو اینجا براتون نشون میده. و من باید از آدرنالین روش همونطور که واحد گفته استفاده کنم. رو آدرنالین روش کلیک چپ میکنم و داخل گزینه پرایم گلیف ها قرارش میدم و به همین راحتی تمام گلیفاتون رو میتونید اینجا استفاده کنید. مثلا سه تا مینور گلیف هم که استفاده شده هستش، مثالی از میجور گلیف ها بزنیم. مثلا من فن آف نایف رو اینجا میگیرم استفاده میکنم و اینا رو هم بچه کنارش میتونید استفاده کنید. و یه نکته دیگه هم باید راجع به گلیف ها بهتون بگم، داخل لیچکینگ که شما میخواستید گلیفاتون رو بردارید در واقع به راحتی برشون میداشید، اما اینجا وقتی میخواید گلیفاتون رو بردارید نیاز به یک ریجنتی دارید به نام ونیشینگ پاودر.
که این ریجن تو میتونید از اکشنوس بخرید، قیمت خیلی کمی داره. البته که بهترین راهش اینه که از وندور ریجنت ها بگیرید که من رفتم چک کردم پیداشون نکردم، واسه همین سر خودم رو درد نیاوردم و فقط داخل اکشنوس نمیشم ونیشینگ پاودر که اینا رو میبینید که دونه قشنگ 40 سیلبرن زیادم نیستم. مگه چند تا میخواید مثلا چند تا گلیفو میخواید بگیرید ریموف کنید که کلی گل بدید؟ تاش قرار 5 گل بدید دیگه. برات اینا رو میخرید و میایید مثلا اگر میخواید یکی از اون گلیفاتون رو بالاخره برش دارید میاد. الان ببینید الان مثلا من میخوام اینو بردارم، نمیتونم گزینه یس رو بزنم به خاطر اینکه ونشین باور رو ندارم، ولی وقتی که میام از میل باکس برش میدارم به راحتی میتونم این کارو انجام بدم دوستان. خب مرحله بعدی شما باید برید کلاسترینرتون رو سر بزنید. کلاسترینرتون داخل از قسمت کوستی میتونید برید اینجا قسمت کلاسترینر رو بگیر روشن کنید تا بهتون نشون بده که داخل ما کلاسترینر هاتون کجا هستش. مثلا داخل سوربین الان نگاه کنید چون کلاسترینر روگ اینجا هستش. یا یه کار دیگه هم که میتونید بکنید از سربازای اون شهر بپرسید که کلاسترینرتون کجا هستش، که این بهترین روش به نظر من. مثلا من از ایشون میپرسم که کلاسترینرم کجا هستش، البته به خاطر اینکه داخل شهر دالاران هستم هیچ کلاسترینری در واقع وجود نداره، ولی اینجا نمیشه مثلا کلاسترینر روش میزنید و روگ رو انتخاب میکنید و بهتون آدرس میده و میرید اونجا. یعنی بهتون آدرس که چرس کنم مپتون رو باز میکنه یه پرچم قرمز داره، میرید پیش کلاسترینرتون و اون اسپلای جدیدی که بهتون میده رو یاد میگیرید و لرن میکنید. خب همه این کارا رو که کردید وقتشه که اسپلاتون رو بیاین جا بذارید. تمام این کارا رو که دارم میگم شاید واسه یک کاراکتر به اندازه نیم ساعت تا یک ساعت زمان ببره، جدی دارم اینو بهتون میگم. و اون وقتی که حالا رفتید کلاسترینرتون به قول معروف اون اسپلاتون رو ترید دید، بالاخره از اون تلنت اولتون شروع میکنید و اون چیزایی که نیاز دارید رو داخل اکشن بارتون میاید میچینید. مثلا من رپتورم آر بودش ولی الان دیگه آری وجود نداره و من دوباره این گزینه رو میارم اینجا میذارم. دلیل این که حتما میگم کلاسترینر برید این هستش که یه سری از اسپلای جدید داخل کاتا اضافه شده که شما حتی لول 80 هم باشید باید دوباره به کلاسترینرتون سر بزنید. و حالا یه نکته دیگه نسبت به این واحد من به شما بگم، حالا که شما رو تا اینجا آوردم و تا اینجا دارید ویدیوی منو نگاه میکنید، بذار دو تا چیز دیگه هم یاد بگیرید. از این قسمت واحد همینطور که میبینید قسمت سمت چپش رو نگاه کنید، چیزهای دیگه هم در مورد کلاستون میتونید یاد بگیرید، مثل روتیشن و چه کولانایی رو استفاده کنید، مثل بست انچانتا و جماتون، مثل چیزهایی که باید استفاده کنید مانند الکسیر و فودبافا یا اون پوشن ها، و چطوری لول اپ باید بکنید که من حالا خبری از این گزینه ندارم. و در واقع یکی از مهمترین گزینه اولویت استاتتون هستش که اینا رو همه رو دوستان از این قسمت سمت چپ میتونید برید یاد بگیرید. مثلا من گزینه استات حالا پیروریتی یا پایروریتی خونده میشه دقیق نمیدونم، خلاصه اولویت استاتتون رو میخواییم برید ببینید، به راحتی از این قسمت میتونید بیاین ببینید. مثلا من الان فهمیدم که روک بهترین استاتش اجیلیتی هستش، دومین استاتش مثلا اکسپرتایس هستش، سومین استاتی که مهمه هیت ریتینگ هستش، و حالا به ترتیب استاتای مهم رو نوشته که شما میتونید بیاید کلاستون رو به راحتی از قسمت واحد یاد بگیرید. و همین دیگه، امیدوارم این ویدیو واسه افراد مبتدی و یا حالا افراد حرفه‌ای که این قضیه رو نمیدونستن به درک خورده باشه. و ممنونتون میشم که کانال منو سابسکرایب کنید، یه لایک و کامنت انرژی مسلم واسه من بذارید و دمتون گرم، حتما به کانال دیسکورد اسپانسر من سر بزنید. و تا ویدیو بعد بچه‌ها فعلا بدرود.